درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 6 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 14 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی برنده جایزه نوبل صلح سال 2023 میلادی شد. وی دومین ایرانی برنده این جایزه بعد از شیرین عبادی است که در سال 2003 نوبل صلح را از آن خود کرد. بر اساس اعلام کمیته نوبل در روز 14 مهر ماه، نرگس محمدی به دلیل مبارزه‌اش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه شایسته دریافت این جایزه شناخته شد. بریت ریس اندرسن، رئیس کمیته نوبل صلح، پیش از نام بردن از نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه امسال نوبل صلح، سخنان خود را با شعار زن زندگی آزادی به زبان فارسی آغاز کرد و در ادامه به قدردانی از صدها هزار شهروند ایرانی پرداخت که در جریان خیزش انقلابی دست به تظاهراتی گسترده در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ظالمانه جمهوری اسلامی علیه زنان زدند. وی از نرگس محمدی به عنوان مبارز آزادی یاد کرد که نبرد شجاعانش هزینه‌های شخصی بسیاری برای او به همراه داشته است. اهدای نوبل صلح به نرگس محمدی در روز جمعه 14 مهر ماه واکنش‌های متعددی را از سوی چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی و اجتماعی در سراسر جهان به دنبال داشت. خود این فعال حقوق بشر در پیامی از زندان اوین که در روزهای گذشته آماده شده گفت حمایت جهانی و به رسمیت شناختن فعالیت‌هایش او را مصمم‌تر، مسئولیت پذیرتر، پرشورتر و امیدوارتر می‌کند. به گفته محمدی این اتفاق می‌تواند ایرانیانی را که برای تغییر اعتراض می‌کنند قوی‌تر و سازمان یافته‌تر کند، چرا که پیروزی نزدیک است. از سوی دیگر ملی لابلر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در توییتی به زبان فارسی نوشت حتی 13 بار زندان و 5 محکومیت به مجموعاً 31 سال حبس نتوانست او را از دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان باز دارد. سازمان عفو بین‌الملل هم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم ضمن استقبال از اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی از جمهوری اسلامی خواست او را که سال گذشته هم برنده جایزه شجاعت این سازمان شده بود آزاد کند. انجمن قلم آمریکا پن ضمن انتشار گزارشی از زندان‌های متعدد این فعال حقوق بشر او را زنی الهام بخش خواند. امروز جمعه همچنین آلن برست، رئیس جمهوری سوئیس، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، شارل میشل، رئیس شورای اروپا، آنا لنا باربوک، وزیر خارجه آلمان، آنیکن هوتیفولد، وزیر خارجه نروژ، علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، دریا صفائی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا و آنتون گواشچنکو، مشاور وزیر کشور اوکراین، ضمن تبریک به نرگس محمدی برای دریافت این جایزه، شجاعت و سرسختی وی را در مبارزه برای آزادی و دموکراسی مورد ستایش قرار دادند. در میان ایرانیان هم شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، گلشیفته پراهانی، ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، هنگامه قاضیانی و نازنین بنیادی اهدای جایزه نوبل صلح به این مبارزه سرسخت حقوق بشر در ایران را به وی تبریک گفتند. با گذشت بیش از یک سال از جمعه خونین زاهدان، امروز جمعه 14 مهر ماه هم اعتراضات جمعه‌های زاهدان بعد از اقامه نماز جمعه و سخنرانی مولوی عبدالحمید در مورد آرمیتا گراوند در میان جو سنگین امنیتی ادامه یافت و مردم به درخواست مولوی راهپیمایی سکوت برگزار کردند. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به حادثه پیش آمده برای آرمیتا گراوند، دانش آموزی که بعد از حادثه مترو تهران در کماست، گفت
همه مردم ایران نگران سلامتی او هستند و تمام دنیا هم پیگیر خبر آن هستند. باید پیگیری شود و با مأمور متقلب برخورد شود. تنها چیزی که می تواند این مردم را راضی کند برقراری عدالت و مجازات مقصران است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز زاهدان گفت اگر حکومتی مردمداری نداشته باشد آن حکومت ارزشی برای مردمش ندارد. این منطقه را هم قدرت نتوانسته امن کند و مردم استان امنیت منطقه را حفظ کردند. او خطاب به مسئولان حکومتی هم گفت بدانید که زور جواب نمی‌دهد. تنها چیزی که جواب می‌دهد مردمداری است. این منطقه پر از طایفه است. طایفه بزرگ هیچ وقت نتوانسته به طایفه کوچکتر زور بگوید و در نهایت با حرف زدن و مذاکره با یکدیگر کنار آمدند. در همین حال منابع محلی از زاهدان گزارش دادند که مردم با درخواست مولوی عبدالحمید بعد از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند پیش از ظهر روز جمعه 14 مهر ماه به شرط سکوت و صحبت نکردن با افراد در رسانه ها از بازداشت خارج شده است. پدر و مادر این دختر نوجوان آخرین بار ظهر چهارشنبه موفق شده بودند برای دقایقی در حضور ماموران امنیتی او را از پشت شیشه ببینند و بعد از آن دیگر حتی اجازه همین شکل از ملاقات را هم پیدا نکردند. شهین احمدی به دلیل اعتراض به همین موضوع بازداشت شده بود. او بعد از ممانعت ماموران از حضورش در اتاقی که دخترش در آن بستری است به فریاد و اعتراض پرداخته و ماموران امنیتی مستقر در بیمارستان او را بازداشت کردند. از سوی دیگر اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت آرمیتا حاکی از آن است که در تمامی مراحل درمان و ویزیت او ماموران امنیتی حضور دارند و پزشک و پرستارانی که برای رسیدگی به اتاق او می‌روند به طور مداوم بازرسی بدنی می‌شوند تا موبایل یا دوربین همراه خود نداشته باشند. همچنین ماموران امنیتی گفتند که پزشک و پرستاران آرمیتا باید افرادی ثابت و بی‌تغییر باشند تا احتمال نشت خبر از وضعیت او پایین بیاید. دوربین های مداربسته اتاق محل بستری این دختر نوجوان هم به دلیل جلوگیری از هک یا درز تصاویر به بیرون قطع شده و او یک مراقب دائمی دارد. اما سایت دیدبان ایران گزارش داد که سایت بیمارستان فج متعلق به نیروی هوایی که محل بستری آرمیتا گراوند است دسترسی مراجعه کنندگان به دو لینک بخش های بیمارستان و آشنایی با بیمارستان را از دست خارج کرده است. حضور گسترده ماموران امنیتی در بیمارستان و محوطه اطرافمان همچنان پا بر جاست و در این حال از عصر روز پنجشنبه تعداد زیادی نیروی ضد شورش با آمبولانس وارد بیمارستان فج شدند. اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت سلامتی آرمیتا هم حکایت از آن دارد که او بدون وجود نشانه‌های از بهبود کماکان در کماست و نگرانی از شرایطش همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه گاردین در گزارشی به نقل از شاهدان عینی نوشت که یکی از زنان مأمور حجاب‌بان آرمیتا را بعد از ورود به واگن مترو به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری محکم هل داده است. بینندگان هشمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید.
خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-1. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. گزارش ها حاکی است که منع خروج از کشور محمود احمدی نژاد در جمهوری پیشین ایران شامگاه پنجشنبه 13 مهر ماه برطرف شده و او پاسپورت خود را دریافت کرده است. کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه گزارش داده بود که عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه خمینی تهران مانع سفر احمدی نژاد شدند و پاسپورت او را ضبط کردند. خبرگزاری ایسنا شامگاه پنجشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد با پذیرش مسئولیت امنیتی سفر خود به گواتمالا مجوز خروج از کشور را دریافت کرد. کانال تلگرامی دولت بهار شامگاه پنجشنبه نوشت که موانع ایجاد شده برای سفر محمود احمدی نژاد به گواتمالا مرتفع شده است. طبق این گزارش مسئولان امنیتی تصریح کردند که مانعی برای سفر ایشان به گواتمالا جهت شرکت در سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت منابع جهانی آب وجود ندارد. یگانه رستمی سومین زن جوانی است که قربانی زنکشی توسط خانواده در شهر محلات در استان مرکزی در ماه‌های اخیر شده است. سایت خانگاه در گزارشی نوشت یگانه رستمی 23 ساله بود و روز چهارشنبه 12 مهر ماه توسط دایی‌اش با یک اسلحه شکاری کشته شد. مظنون به قتل گفته است که از این قتل انگیزه ناموسی داشته است. هنگام میگوید این زن جوان دو روز قبل از اینکه به قتل برسد از همسر خود در نهایت جدا شده بود و برای یافتن کار قصد داشت که به تهران سفر کند، اما در قم داییش او را از اتوبوس پیاده میکند و بعد از انتقال به روستای گلچشمه در حوالی شهر محلات او را به قتل میرساند. تصویری از اعلامیه ترحیم یگانه رستمی منتشر شده و تنها گفته شده که روز پنجشنبه مراسم تشییع و خاکسپاری او برگزار شد. این سومین قتل مشابه در شهر محلات است. در یکی از موارد قبلی زنی دیگر توسط همسر و فرزند پسرش به ادعای انگیزه قتل ناموسی کشته شده بود.
بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتیلا پسیانی، بازیگر و کارگردان سرشناس سینما و تئاتر ایران، دست 66 سالگی در فرانسه درگذشت. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، آقای پسیانی بعد از چند سال مبارزه با بیماری سرطان، چشم از جهان فرو بست. آتیلا پسیانی فارغ‌التحصیل کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای تهران است. پسیانی در دهه 60 خورشیدی در عرصه تئاتر ایران حضوری فعال داشت. وی در طول عمر هنری خود حدود 40 تئاتر را روی صحنه برد. پسیانی آخرین تئاتر خود را در سال 1398 با نام جنایت و مکافات در تالار وحدت تهران بازی کرده بود. چند روز بعد از پرتاب آنچه مقامات دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ماهواره تصویر برداری نور 3 نامیدند، فرانسه از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد از تهران خواست که به فعالیت‌های موشکی بی‌ثبات کننده خود پایان بدهد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این اقدام جمهوری اسلامی در هفته گذشته با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد و پاریس آن را محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده با توجه به نزدیکی فناوری‌های مورد استفاده برای پرتاب‌های فضایی و پرتاب‌های بالستیک، این پرتاب مستقیماً به پیشرفت نگران کننده ایران در برنامه موشک‌های بالستیک خود کمک می‌کند. وزارت خارجه فرانسه ادامه داد این فعالیت بخشی از تداوم مجموعه از شکست‌ها و نقض مکرر قطعنامه 2231 و در شرایط افزایش تنش چند ساله هسته‌ای است که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است. وزارت خارجه فرانسه نوشت که این اقدام جمهوری اسلامی بار دیگر این موضوع را یادآوری می‌کند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا چه حد منبع نگرانی برای جامعه بین‌المللی است. همچنین در این بیانیه دولت فرانسه تأکید کرده که این کشور به همراه شرکای بین‌المللی خود به طور کامل بسیج می‌شود تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانسی در شهر سوچی گفته است که سقوط هواپیمایی که منجر به کشته شدن یگن پریگوژین، رئیس سابق گروه شبه نظامی واگنر در ماه آگوست شد، ناشی از برخورد عامل خارجی نبوده و قطعاتی از نارنجک دستی در اجساد سرنشینان هواپیما پیدا شده است. رئیس جمهوری روسیه افزود این یک واقعیت است، نتیجه ایست که کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه به آن رسیده است. یگن پریگوژین رئیس سابق گروه واگنر به همراه 9 تن دیگر در آگوست گذشته در پی سقوط هواپیمایی که در مسیر مسکو به سن پیترزبورگ در حرکت بود کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بحبوحه بحران افزایش پناهجویان آمریکای لاتین در مرزهای جنوبی این کشور روز پنجشنبه دستور داد که حدود 20 مایل دیگر به طول دیوار حائل میان آمریکا و مکزیک در ایالت تگزاس اضافه شود. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین، میلیاردها دلار از بودجه دفاعی آمریکا را به ساخت دیواری اختصاص داد که حدود 450 مایل آن پیش از پایان دوران تصدی وی ساخته شد. بایدن به محض اینکه به ریاست جمهوری رسید، ساخت دیوار را متوقف کرد و بودجه باقی مانده برای ساخت دیوار را به پنتاگون بازگرداند. اداره گمرکات و محافظت از مرزهای ایالات متحده در تاریخ 30 جون امسال اعلام کرد که 190 میلیون دلار از 1375 میلیارد دلاری که در سال 2019 به ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک تخصیص یافته بود، هنوز خرج نشده است. جو بایدن روز پنجشنبه تا یک کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ سفید در این باره به خبرنگاران گفت این پول برای ساخت دیوار مرزی اختصاص یافته است. من تلاش کردم کنگره را ترغیب کنم تا مسیر هزینه آن را عوض کند، اما موفق نشدم. آنها نمی‌خواهند پول را به کار دیگری تخصیص بدهند. حالا این بودجه باید هزینه کاری شود که به آن اختصاص یافته است و من کاری نمی‌توانم بکنم. بیانگان عشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا.
سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدأ و مقصد، لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر، صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. تعداد کشته شدگان بر اثر حمله به یک مراسم فارغ التحصیلی افسران در شهر حمص سوریه تا روز پنجشنبه از 110 تن عبور کرد. رویترز به نقل از یک منبع امنیتی سوریه و یک منبع اطلاعاتی در شبه نظامیان غیر سوری مدافع بشار اسد اعلام کرده که علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه هم در این مراسم حضور داشته و تنها دقایقی پیش از این حمله مراسم را ترک کرده است. منابع سوریه نزدیک به دولت اسد این حمله را تروریستی نامیدند. تا به این لحظه هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.